همزمان با روز جهانی بینایی، شرکت ایسایت با همکاری گروهی از متخصصان بیناسنجی و تجهیزات پزشکی در کانادا و آمریکا عینک‌های کامپیوتری خود را به بازار عرضه کردند. ایسایت یک کامپیوتر قابل حمل و قابل کنترل است که با کمک عینکی ویژه به فرد تقریبا نابینا امکان دوباره دیدن می‌دهد. شیده رضایی گزارش می‌دهد. استفانی گیگر اهل ویسکانسین آمریکاست. پزشک معالجش 6 سال پیش زمانی که او 24 ساله بود تشخیص داد که استفانی به یک بیماری نادر یا دیستروفی سلول‌های مخروطی قرمز ته چشم مبتلا است. این بیماری منجر به اختلال شدید بینایی و ناتوانی در تشخیص رنگ، عمق و سایر جزئیات پدیده‌های اطراف می‌شود. شدت این اختلال در حدی است که استفانی قانوناً نابینا شناخته می شود. اما حالا می گوید ایسایت به او کمک کرده تا چیزی را که به خواب هم تصور نمی کرد در بیداری ببیند. من قادر شدم به خوبی و با قدرت نسبی 20 از 30 اطرافم رو ببینم و حتی کتاب بخونم. باورم نمی شد. نه فقط خودم، حتی شوهرم هم به گریه افتاد. قیمت ایسایت 15000 دلار آمریکا و گران‌تر از آن است که به راحتی بتوان خرید. اما کارخانه سازنده آن با همکاری و مشارکت گروهی از بنیادهای نیکوکاری جهان و به منظور دستیابی به هدف جهانی حذف نابینایی‌های قابل پیشگیری تا سال 2020 قرار است از طریق تولید انبوه هزینه ساخت آن را پایین بیاورد. روز جهانی بینایی یک رویداد سالیانه است که در دومین پنجشنبه اکتبر هر سال با هدف پیشگیری و توجه به مشکلات نابینایان در سطح جهان برگزار می شود. بزرگداشت این روز اقدام مشترکی است از طرف آژانس بین المللی پیشگیری از نابینایی، سازمان جهانی بهداشت و برخی سازمان‌های غیر دولتی و امدادرسان بین المللی. هدف آنها حذف نابینایی‌های قابل پیشگیری تا سال 2020 می باشد. برای سازمان جهانی بهداشت همچنین میگوید 285 میلیون نفر در جهان به کمبینی و نابینایی دچار هستند، در حالی که 80% از این موارد قابل پیشگیری است. همکارم شیده رضایی در استودیو با من. شیده، نابینایی های قابل پیشگیری چه جور نابینایی هایی هست؟ ببینید، قوه باصره اصولا اگه بخوای اختلالاتش رو بر چیز کنی، تعریف کنی، نابینا، کمبینا یا اختلال دید به این سه دسته تقسیم میشن. نابینایی های قابل پیشگیری در واقع چهار گروه بزرگ از نابینایی ها هستن که قابل پیشگیری بودن همونجوری که توضیح میده و شامل اختلال نابینایی های حاصل از اختلالات انکساری، یعنی چشمی که میگیم نزدیک بینه، چشمی که میگیم دوربین یا آستیگمات، اینا اختلالات انکساری هن. یعنی عدسی چشم توانایی تطبیق کردن با فاصله جسم و نور محیط رو نداشته. اینها بیشترین در واقع علت نابینایی های قابل پیشگیری هم حدود 43% رو در جهان تشکیل میدن. 33%شون به دلیل آب مروارید یا کاتاراکت ایجاد میشن و 2%شون به خاطر گلوکوم یا آب سیاه. یک گروه چهارمی دارن که دیگه در واقع در حال ریشه‌کنی، ناشی از بیماری های عفونی انگلی، بیماری کوری رودخانه. اینها از بین رفتن. 90% آدم های نابینا یا کمبینا در کشورهای کم درآمد زندگی میکنن، ولی 80%شون، یعنی حدود 230 میلیون نفرشون از 285 میلیون نفر نابینا، میشد که نابینا نباشن، میشد که ببینن، قابل پیشگیری بودن. خب حالا همونجوری که از این گزارش هم برمیاد، نابینایی هم مثل بینایی درجات مختلف داره، مثل قانونا نابینا، منظور چیه؟ ببین، اگه نابینایی مطلق یک فرد، یعنی هیچی نمیبینه و این دلیلش معمولا آسیب عصب بیناییه، یا اینکه اصلا چشم آسیبی دیده که به لحاظ آناتومی چشم، کاسه چشم از بین رفته، معمولا اینه. ولی یه درجه دیگه ای داریم که بهش میگن نابینا، نمیگن نابینایی مطلق. اونا نور رو تشخیص میدن و جهت نور رو هم تشخیص میدن. مرحله بعدی هست که فرد بیشتر از این میبینه، اما عملا در حوزه افراد معلول قرار میگیره و اون تعریف قانونا نابیناست. یعنی بهش از لحاظ تعریف چشم پزشکی میگن 20/200 یا 6/60 قدرت بیناییش. یعنی چی؟ یعنی چیزی رو که یک فرد با چشم سالم در 60 متری میبینه، اون فردی که قانونا نابیناست در 6 متری میتونه ببینه و به میدان بینایی هم برمیگرده. به طور معمول شما وقتی داری روبرو رو نگاه میکنی تا 180 درجه زاویه رو میتونی ببینی بدون اینکه سرتو برگردی.
بگردونی یا حتی چشمتو خیلی تکون بدی. این افراد تا 20 درجه بیشتر نمیبینن. این افراد رو میگن قانونن. و خیلی سریع اینو بپرسم که حالا ایسایت چطور کار میکنه؟ ببین این عینکی یه دونه دوربین داره که در واقع فیلم میگیره از فضای اطراف، میفرسته به اون کامپیوتر، اون کامپیوتر ادیت میکنه این فیلم رو و از لحاظ رنگ و وضوح تصویر برمیگردونه یه صفحه مانیتور، فیلمو جلوی چشات پخش میکنه. میتونی ببینی.